بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خوهران برادران الجرامي ومسلمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته امروز من با شما باشما را شريك بسازم كي بسيار از موضوعات مهم است و در ذهن اقتداد مسلمانان همین موضوع خطور و بار سوال هم كتشي عمل مي تواند سبب كومك بوالدين بگردد بعد زفاة إيشان. روزي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كي بسر حضرت عمر فاروق رضي الله عنه أستن انها هذا در یک سفر با یک مجموعه از تابعین که شاگردانشان بودند در حرکت بودند به سوی مکه در نزدیکی های مکه در راه یک اعرابی را اعرابی کسی را میگن که سهرانشین بادیه نشین و مردم های اعراب عموما از زندگی اجتماعی دور بودن آداب و نزاکت های اجتماعی را زیاد نمی و مردم یک نوع خشن و زشت هم بودن در کنار آن عبدالله ابن عمر این شخص را دید وقتی که این شخص را دیدن صدایش کرد وقتی که شخص آمد پرسان کردن که تو بس فلان پسر فلان نیستی گفت هستم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما چپن پوشیده بود این چپن را از جان خود دور کرده به اعرابی پوشانید و برایشان فرمودند که این چپن برای تو بعد از آن لنگی یا دستاری که بر سر خود داشت این دستار را هم از سر خود دور کرده به اعرابی داد او را پوشان مرکبی را که سوار بود اثر زو هم پایین آمدن و عربی را امر کردن که بر مرکب سوار شود و او مرکب را هم به اعرابی دادند شاگردان شان تابعین تعجب کردن و برایشان فرمودن که یا امام الله عز وجل بر تو رحم بکند چه کاری انجام دادی دستار خود را که یک دستار فضیلت و مقام برای شما بود او ر هم به اعراب دادی در حالی که مردمای اعراب معمولا دستار نمیپوشن چپن نمیپوشن او مردمایی هستن که از آداب اجتماعی بسیار دور هستن و به چیزی اندکی رضایت نشان میدهنشسار خور نپخ و باز مرکبی که سوار بودن یگانه مرکبی داشتن او را هم برأیش دادن اگر شما برایش یک چیزی کمی می دادن کفایت می کرد عبدالله ابن عمر رالله انهم برأیشان چی فرمود گفتن پدر این شخص دوست عمر رضیالله انهو بود یعنی پدر این شخص با پدر من دوستی داشت ببینیم که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دوست پدر خود را بعد از وفات پدر خود چقدر اکرام میکنه او هم دوست پدر نه که پسر دوست پدر خود را اکرام میکنه و می اساس برای ما شما هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می که ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابیه او كما قال عليه السلام بهترین نیکی بهترین نیکی آن است که انسان با دوست های والدین خود با دوست والدین خود پدر و مادر خود بعد از ایشان انجام بدهند با دوست دوستان نیک پدر با دوستان نیک مادر همدردی بکن سلا رحمی بکن شفقت بکن کمک بکن بعد از مرگشان ای از جمله بهترین نیکی هاست و بهترین نیکی که با پدر خود بعد از مرگش انجام میتی دوستان و را عزت بکن دوستان نیک وی را کمک بکن روز رسول الله ص الهعلهوسم در مجلس تشریف داشتن در جریان صحبتهای ایشان از قبیله بنوسلمه یک شخص وارد مجلس شد و سوال کرد که یا رسول الله بعد از این که والدین من فوت کرده آیا کدام عملې است که مه آن را انجام دهم و بد از مرگ با ایشان کمک کرده باشم رسولاللهصاهلهم فرمود بله اولین چیز را که برایشان فرمودن الصلاة عليهما دعا بکن برایشان والدین تو کفات کرده برایشان دعا بکن و بر دعا در قرآن عظیم شان برای ما شما در چندین آیت تاکید شده و یکی از آیه هایی که بسیار مشهور است که الله عز و می رب اغفر لي ولی والدی يوم يقوم یوم یقوم الحساب یا الله برای من مغفرت بکن و یا الله برای والدین من مغفرت بکن ودر آية الله عزوجل وجل مي وقر رب ارحمهما كما رب يعني صغيرا يا الله تبر والدين من رحم بفرما ما نندك إنها مرة تفت تربية كردن در حالة تفولت كما برترحوم وشفقت ضرورة دشو منها برمن ترحوم وشفقت كردن يا الله تبر بعد از مرق رحم بكن چيزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإن صحابي فرمود إن بود والاستغفار لهما

رحم به میان نمی آمد به این معنا که با اقارب والدین خود سل رحمی بکن بعد از مرگشان اگر والدین اگر پدر را بگوییم مثلا کاکا عمه و اقارب که از طریق نسب پدر از با تو نزدیک هستند و اگر مادر را بگیریم از طرف مادر مثلا خاله است و دختر خاله است و اقاربی که نسبی که از طرف فامیل مادر است بعد از مرگ ایشان با اینها سل رحمی بکن احوال بکن کمک بکن شفقت بکن با در وقت مشکل دستشان را بگیر و نقطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان فرمودن وإكرام اکرام و دوستان ایشان را اکرام دوستان ایشان را عزت بکن دوستان نیک مراد عزت بکن اکرام بکن کمک بکن بايشان. با خود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابت است بعد از خديجة الكبرى رضي الله عنها گاهی رسول الله هه یک گسفند را ضبحه میکرد و گوشت آن را تقسیم میکرد به تمام عقارب و دوستان خدیجة الکبرا ره اینرا به فلان بفرستن انرا بهفارسنربهفلان بفرستن چرا إن که آنها تمامشان به خدیجة الکبرا ر در حیات اشان دوستی داشتن حتى روز خواهر خديجة الكبرى رضي الله عنها حالا هم در وقتی که در مجلس پیامبر صلی الله علیه وسلم مياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسیار خوشی احساس میکنه برایش استاد میشه و میفرمایند که ای در ایامی که خدیجه الكبرى حیات بودن زنده بودن اینها از ما زیارت میکردن ازشان زیارت میکردن پس با خاطر اکرامشان ما انها را بعد از وفاتشان اکرام میکنیم خواهران و برادران گرامی و مسلمان اگر تعداد ما حیات باشن همی را غنیمت بدانیم و در زندگی آنها رضایت الله را کسب بکنیم با خدمتشان ایشان بر شفقت با کمک به ایشان و اگر وفات شدن بعد از وفات در کنار اعمال دیگری که مأمور است این چند چیز را فراموش نکنیم که دعا کردن از برایشان ایشان خواستن از برایشان با دوستانشان اکرام و عزت کردن است الله زوج ما شما را توفیق عمل نصیب کند و صلی الله علی سيدنا محمد و بارک و 嗯。<laughs>